رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور، بفرمایید. من نوازش که یه مقداری از سرس الان چون فکر نمیکردم که بتونم باهاتون صحبت بکنم. اگه بخوام خیلی در مورد توضیح بخوام در مورد زندگیم از اول توضیح بدم، بچه اول خانواده هستم و الان دارم میرم 39 سالم هستش. نه از چند تا چند نه سب آخه بچه اول از دو تا یا هفت تا؟ از سه تا و دو تا برادر دیگه دارم که از من کوچیک‌تر هستن و هر کدوم 4 سال با هم فاصله سنی داشت و هممون توی کانادا زندگی میکنیم. الان کل خانواده داریم توی کانادا زندگی میکنیم. چه مدتی است؟ نصب کنید چه مدتی است که در کانادا هستید؟ تقریبا برای من تقریبا 4 سال هستش و برای بین 3 سال و نیم 4 سال و برای خانواده اعضای دیگه خانواده اونا تقریبا 8 سال هستش که اینجا زندگی میکنن. یعنی شما در ایران بودید ولی اعضای خانوادهتون برادر و برادراتون و پدر مادر آمدن کانادا؟ بس. شما کی ازدواج کردید؟ باید داستان رو برسی اینطوری صحبت. نه داستان نمیخوام. نه آخه اون اطلاعات به من نشون میده که چارچوب رو مشخص کنم. شما چند سال ازدواج کردید؟ من دوبار ازدواج کردم و ازدواج دومم رو تقریبا از اول شروع کنید. اولی که چه سنی بودید؟ ازدواج اولم توی سن 19 سالگی عقد کردم. زمانی که توی دانشگاه بودم با یه آقای آشنا شدم و بعد از تقریبا 5-6 ماه که همدیگر رو خیلی حالا به صورتی که همین تو دانشگاه میشناختیم و اینا، من تصمیم گرفتم که با ایشون رابطه برقرار بکنم. با خانوادم صحبت کردم و خانوادم خیلی اصرار داشتن که اونا همه در جریان باشن که به چه صورت هستش و بعد از 1-2 بار صحبت‌های خانوادگی و اینا، پدرم گفتش که اجازه نمیدم که با هم رابطه داشته باشیم مگه اینکه بخوایم با هم عقد بکنیم. و خب دیگه ما تو سن 19 سالگی تقریبا 19-20 سالگی عقد کردم و 1 سال هم عقد بودیم و بعد رفتیم سر خونه زندگی خودم. و بعد از تقریبا شوهر اولتون چند سالش بود؟ سه سال از من بزرگتر بود. زمانی که من 19-20 سالم بود ایشون مثلا به 22-23 سالشون بودش. چه مدتی با هم در اون ازدواج بودید؟ تقریبا 7 سال توی اون ازدواج بودیم. فرزندی هم از اون ازدواج دارید؟ بله، من یه پسر 15 ساله دارم. خب اون وقت شما اصلا چی خوندید و تا چه مقطعی پیش رفتید؟ زمانی که با ایشون من ازدواج کردم توی دانشگاه داشتم در مقطع فوق دیپلم درس میخوندم که میخواستم که وقتی تموم شد به ادامه تحصیل بدم. ولی زمانی که با هم ازدواج کردیم ایشون به مرور که کارشون رو توی یکی از ارگانهای دولتی شروع کردن، طرز فکرشون نسبت به تحصیل و کار کردن خانم‌ها اینا خیلی عوض شد. یعنی اوایلش به من گفته بودن که مشکلی ندارم که خانمم ادامه تحصیل بده یا کار بکنه، ولی بعدش کاملا دیگه نذاشتن که من از فوق دیپلم تا لیسانس بخونم و بعد از اینکه من جدا شدم تونستم که مدرک لیسانسم رو بگیرم، ولی زمانی که ازدواج کردم فقط فوق دیپلم بودم. ازدواج دومتون چند سال قبل شروع کردید؟ ازدواج دوم تقریبا 7 سال پیش بوده. و اون وقت فرزندی هم از این ازدواج داری؟ نه. اوکی، اون وقت پسرتون با کی زندگی میکنه؟ با من هستش، پسر من زندگی میکنه. بنابراین شما وقتی در ایران بودید ازدواج کردید با فردی، با همسرتون و یه پسر 15 ساله. همسرتون الان چند سالشه؟ الان 34 سال از من کوچیک‌تر هستش. 20 سال. یعنی یه پسر 27 ساله 27-28 ساله اومد با شما ازدواج کرد در حالی که یه پسر 8 ساله یه پسر 8 ساله هم خودتون داشتی؟ بله، ولی زمانی که من توی ایران بودم بچه پسر من با من زندگی نمی کردش.
با پدرش زندگی میکرد و زمانی که ما ازدواج کردیم برای ایشون تقریبا 27 سالش بود و من 32 سال و قرار نبودش که یعنی برنامه‌ای که بخوایم که اون موقع مثلا پسرم 100% بیاد با من ازدواج به زندگی بکنه نداشتیم. ولی به مرور که وقتی که پدر مادر من بذار اینطور براتون بگم که وقتی من ازدواج کردم پدر مادر من تقریبا میشه گفتش که 2-3 روز بعد مهاجرت کردم به کانادا و یکی از من ایشون این آقای همسرم رو میشناختم توی یک کاری با هم بودیم که تقریبا میشه گفت چندین سالی هم برادرم هم خودم ایشون رو میشناختم، هم خانوادشون رو هم خودشون رو. و دلیل این که تصمیم به ازدواج گرفتم این بودش که احساس کردم وقتی که پدر مادرم از ایران برن من خیلی تنها میشم و هیچ کیس بهتر از اونی اطرافم نبود که احساس کنم که خب این مثلا میتونه کیس بهتری باشه، یعنی اون توی تمام کسایی که اطراف من بودن اون میتونه بهترین باشه. یکی دو جلسه از این... مشاوره نه سب کن نه سب کن این که برگردید بگید ایشون برای ازدواج از همه بهتر بودن میتونم بفهم، ولی شما دلیل رو این میگید که پدرم رفت بودن من اینجا تنها میشدم، یعنی آدم بنابراین ازدواج دوم شما به خاطر این پدر مادر رفتن، شما توی کشور خودتون داری زندگی میکنید اینجا هم درس خوندید پدر مادرم رفتن، خیلی خب تنها شدن یعنی چی؟ یعنی نه دوستی نه فامیلی نه آشنایی که حالا ما به خاطر اون باید ازدواج کنیم که بگید ایشون بهتر از بقیه بود که دور رو یه مقداری خوب ببینید. من تقریبا میشه گفت 10-12 سال هستش که یه بیماری زمینه ای دارم به اسم کرون دیزیز و این بیماری توی تمام این تایم هایی که من مثلا هر تقریبا میشه گفت هر 2-3 سال یک بار میتونست این بیماری من رو به بیمارستان بکشونه و یک پروسه ای که توی این چندین سال من 3 تا عمل کردم و همیشه روی دارو بودم و یک جورایی با اینکه کار کردم و بعدش بعد از اینکه جدا شدم از همسر اولم ادامه تحصیل دادم بعدش کار پیدا کردم و شرایط کاریم خیلی خوب بودش، ولی همیشه یه ترسی از اینکه این بیماری منو هی دوباره بکشونه پایین و نذاره من کار بکنم، مجبور بشم بیمارستان بستری بشم. خانواده من همیشه چون بارها منو تو این شرایط مریضی و بیمارستان دیده بودن خیلی، یعنی من مادرم آخرین صحبتی که قبل از اینکه بیان کانادا کردن این بودش که اگر تو قرار باشه اینجا مجرد بمونی من نمیرم، من با اونا نمیرم، من میمونم. چرا پدر مادر شما میخواستن تو این سن و سال برن کانادا؟ برادرها رو میتونم بفهمم؟ هم به خاطر برادرام هم به خاطر اینکه خب پدرم خیلی تمام این سال هزینه کرده بودن برای اومدن به کانادا و وقتی که بعد از 10-15 سال گفتن که یه سری ها کیسشون اپروف شده نخواستن این چند ساعت دست بدن. پدرم همیشه مشکل مذهبی داشت توی ایران، همیشه مشکل داشت با حکومت و اینا، خیلی تحمل اون شرایط برش سخت بود، یه جورای آخری سالای آخر افسرده شده بودش و دوستش که از اون کشور بره، یعنی همیشه آرزوش این بود که توی ایران زندگی نکنه. حالا به من بفرمایید خانواده همسرتون با شما مسئله نشدن که دختری که یک بچه 7-8 ساله داره 2-4 سال 5 سال از پسر ما کوچکتره و او ازدواج نکرده با هم ازدواج کنه؟ مخالفت خانواده همسر رو نداشت؟ چرا اوایلش مادرشون موافق نبودن و بعد از اینکه پسرشون گفتن که من مثلا شوهرم گفت من میخوام باشه ازدواج بکنم و شما رو تاثیر من رو نظر من نمیتونین تاثیری بذارین، بعد دیگه اونا دیگه حالا چیزی نگفتن. ولی خب هیچ وقت خیلی هم با من خیلی ته قلبا خوب نبود. به من بگید که همسرتون چند تا خواهر برادر دارن، چند دومی هستن؟ بچه آخر هستن، 4 تا بچه هستن و فاصله سنیشون با بچه قبلی خیلی زیاد هستش، یعنی میشه گفت 10-15 سال فاصله سنی دارن و بیشتری که تو خونه بودن رو بیشتر با یکی از برادرشون و مادرشون زندگی میکردن، یعنی بچه های دیگه همه مثلا ازدواج کرده بودن رفته بودن. رشته تحصیلی شغل و کارشون چیه؟ رشته تحصیلشون آیتی خونده بودن ولی تو زمینه برف کار میکردن. بسیار خوب. خب حالا که آمدید کانادا چه خبر است بینتون؟
همسرم با من نیومدن کانادا، یعنی توی این 3 سال خورده ای که من اینجا هستم ایشون توی ایران هستن و ما دیگه بعد از اینکه من تونستم مهاجرت بکنم، ما قرار بودش که من مهاجرت بکنم و بعد شرایطی اوکی بشه ایشون هم بیان، ولی خب اونجوری که فکر میکردم کار مهاجرت اون پیش نرفتش و مجبور شدم که وکیل عوض بکنیم و کار مهاجرت خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم طول کشید و هزینه ها و همه اینا و همه روزوش من افتاد و ایشون تو ایران فعلا هستن و نتونستم بیان. آیا فکر میکنید ایشون هم دلش میخواد بیاد؟ فکر میکنم که دلشون میخواد بیاد. ایشون ترجیحشون نبود که همسرشون پروشون اونجا تو ایران بمونه؟ نه، خیلی دوست داشتن که یه راهی باشه برای ایشون هم که بتونن مهاجرت کنن، یعنی یکی از دلایلی که شاید ایشون دوست داشتن که ما اون زمان ازدواج بکنیم یکی از دلایلش این بود که ما جفتمون، یعنی من که 100% چون خانوادم رفته بودم، ما جفتمون فکر میکردیم که قرار ما مهاجرت بکنیم. اوکی، بسیار خوب. سلام عزیز، بفرمایید. خب چه خبر است و برای چی تلفن کردید عزیز؟ دلیلی که تلفن کردم به خاطر مشکلاتی هستش که من توی این ازدواج دومم الان برام پیش اومده و نمیدونم که الان دقیقا اصلا گیج و گم شدم، نمیدونم الان باید چه تصمیمی بگیرم و چی کار باید بکنم. زمانی که من میخواستم با ایشون ازدواج بکنم چون که خیلی دودل بودم و مردد بودم، پیش ما دوتایی با هم پیش دوتا روانشناس مختلف رفتیم که حالا از ما تست گرفتن و با ما به صورت جداگانه و با هم صحبت کردن هر کدومشون چندین ساعت که من میخواستم مطمئن بشم که کاری که دارم میکنم کار درستی هستش، نمیخواستم که اشتباهی توی زندگیم بکنم دوباره. و یه دونه از روانشناسا که فکر میکنم حالا تخصصشون شاید یه مقدار پایین تر بودش گفتن که نه هیچ مشکلی نیستش و ایشون هم آدمی هستش که خود ساخته است و حالا درسته که شما از ایشون بزرگترین ولی ایشون از نظر سنی از حد خودشون بالاتر هستش و من مشکلی نمیبینم، یعنی شما علاقتون و همه چیزتون با هم تقریبا تناسب داره. روانشناس دیگه ای که رفتیم، چون من از نظر کاری و درآمدی اون زمان از ایشون خیلی بالاتر بودم، من تونسته بودم از نظر کاری خودم رو توی شرکتی توی یکی از گروه های مالی یکی از بانک ها خودم خیلی بالا بکشونم و درآمدم خیلی خوب بود. اون آقا وقتی که با ایشون صحبت کردن گفتم ببینید این خانم همیشه پیشروان توی زندگی و شما همیشه باید ایشون رو دنبال بکنی، یعنی اگر که اوکی هستی، اگر مردی هستی که اوکی هستی که بخوای با یه جورایی زنت همیشه جلوتر از خودت باشه، من موردی نبینم، ولی اینو همیشه در نظر داشته باش که این خانم همیشه تو زندگی از تو جلوتر هستش. و من اون موقع نمیدونم، من این قضیه رو خیلی شاید نفهمیدم اون دقیقا اون روانشناس چی گفت، چون به ما نگفت که ازدواج نکنیم و ما این ازدواج رو کردیم. نه، صبر کنید، صبر کنید. اولا روانشناس نمیتونست به شما بگه ازدواج، ولی شما داره عزیز من، شما بچه اولید، ایشون بچه چهارمن، ایشون از شما 4-5 سال کوچکترن، ایشون ازدواج نکردن، شما ازدواج کردید، شما بچه 7 ساله دارید. بعد شما وقتی که در ایران بودید به گفته خودتون به خاطر اینکه خانواده رفت و تنها بود ازدواج کردید، بسیار خوب. بعدش هم ایشون رو گذاشتید اومدید کانادا، 3.5 سال هم هست که شما اینجایید اونجا. این کانادا چی داره که با دادم زندگی و ازدواج همش رو به هم بریزه برای که من باید برم اونجا؟ آقای دکتر ایشون هم میخواست، ایشون میخواست که بیاد، یعنی همه من که اصلا نمیگم ایشون نمیخواست، من که نمیگم ایشون نمیخواست عزیز، حرفم این است که معلومه ایشون یه بیبی هم بچه هم برایشون و روانشناس هم گفته این آقا باید دنبال مامانش را بیفته. آقا اینقدر آشکار مسئله بوده، شما دلتون میخواست که به جای همسر یه بچه دیگه هم داشت باشید، 2 تا پسر داشته باشید؟ ایشون دلش میخواست که به جای همسر مادر داشته باشه که یه بچه هم داره، بنابراین با بچه اون بشه برادر. مشکل اصلیم آقای دکتر، مشکل اصلیم با ایشون این قضیه نبودش، مشکل اصلیم با ایشون دروغگویشون بود. معلومه که... معلومه، از سب کنید، از کی تو حالا بچه ها به مادرشون راست میگن؟ اصلا قاعده کار اینه، پنهانکاری بچه.
برام دروغگویی در چه زمینه ایشون به شما دروغ گفتن؟ مثلا اولی که من میخواستم تون بهتون میگم من ازدواجم مثلا ازدواج خیلی با تردید بود، یعنی من همش دنبال یه چیزی میگشتم که مثلا بگم که نه این نمیشه. خیلی توی اون زمان توی اون چند ماهی که میخواستم تصمیم بگیرم خیلی مردد بودم. من به ایشون گفت، ایشون به من گفتش که من یه خونه دارم و من برد منو یه جایی من نشون داد یه خونه ای رو، گفتش که اینجا خونه من هستش، حالا مسجد تو داخل زندگی میکنه. و من گفتم که من خب میشه که حالا مثلا سند یا این داکیمنت این خونه رو بیاری که من ببینم. و ایشون توی اون زمان اصلا یه سند جعل کردن و بودن به من نشون دادن که این سند جعل شده هستش، ولی ما موقع نفهمیدم چون من حالا انقدری وارد نبودم توی این زمینه. ولی ایشون خونه ای که مادرشون داشتن رو سندش رو به اسم خودشون جعل کردن که من نشون میدن که من خونه دارم، در صورتی که اون خونه مال ایشون نبودش، اصلا خب مال صبر کنید، مادرشون بود. شما نباید صبر کنید عزیزم، شما دختر باهوش و تحصیل کرده ای هستید، شما نباید میفهمیدید یه بچه تو این سن و سال این همه پول از کجا آورده که بره خونه بخره. بعدم شما از درباره درآمد ایشون که به جای نمیدونم ما 1 میلیون 10 میلیون در میاره همچی چیزی میدیدی که اینقدر پول بیاره اضافه بیاره بره خونه بخره؟ نه آقای دکتر، چون ایشون به من گفتن که اول قبل از این داستان بر من تعریف کردن که از طرف مادرشون یه ارثی به مادرشون رسیده بود که ایشون یه خونه کوچیک خریدن و به من گفتن که مادر من چون دیگه بچه ها همه رفتن، اونا همه برای خودشون زندگی دارن و همه از نظر مالی اوکی هستن، مادر من این خونه رو به نام من زده. و من چون مطمئن نبودم و میخواستم یه جوری مطمئن بشم، گفتم خب باشه سندش رو بیار من ببینم که به نام تو زده. و ایشون یه سند جعلی آورد که این مادر این خونه رو به نامش زده، در صورتی که من بعد از 7-8 ماه بعد از ازدواجمون که صحبت کردم فهمیدم که نه، این اصلا همچین چیزی نبوده و اصلا مادرش قصد اینو نداشته که همچین کاری بکنه. و بعدم بهش گفتم تو چرا اینو گفتی؟ گفت خب تو من ازدواج نمی کردی اگه من این دروغو بهت نمی گفتم. و فقط دروغ ایشون تنها همین بود؟ نه، این مال خب وقتی که من این داستان شنیدم بعدش خب حالا شاید یه چند روزی با هم یه بگو مگویی داشتیم، ولی خب سعی کردم که حالا بگم هر چیزی که هستش بلش کن بذار زندگیمون رو بکنیم و حالا با هم داریم زندگی میکنیم. الان بیشتر مشکل من با ایشون این بودش که تقریبا بیش از 10 مورد ایشون از من توی اون زندگی دزدی کردن. دزدیایی که حالا خیلی از آدم ها میگن که اصلا بین زن و مرد پول خیلی حالا خیلی فرق نمیکنه، پول من و پول تو نداره. حتما فرق میکنه، حتما فرق میکنه، مخصوصا وقتی یه پنهانکاری و دروغ است و دزدیه. زن و شوهری که با هم همه چیزشون یکیه معلومه. اگر شما آنچه که بود رو با ایشون در میان میذاشتید یا به ایشون هر چه وقت دلتون میخواست پول رو میدارید یا ایشون با توجه به نوع رابطه برمیداشت، حتما حرف درستیه. ولی مثل اینکه خواهر و برادری باشن که یکی بره شبا از تو جیب اون یکی پول در بیاره، این خیلی متفاوته با اینکه بگیم پول خواهر و برادر و خواهر برادرن دیگه یا از پدرش برمیداره. برای شما چرا میخواید دست به تو مثلا شما چرا میخواید اینقدر خودتون رو فریب بدی؟ و کاملا آشکاره. برای آخه شما درباره توان ایشون برای پیشرفت و اینا حرف میزدید، کدوم توان کدوم پیشرفت؟ من اون زمان یه سری پتانسیلی توی ایشون میدیدم. شما چی کاره بودید که شما چی کاره بودید که درشون برای پتانسیال رو پسر مادر در پسرش میبینه؟ ایشون خودش نیروهای بالقوه و پتانسیالش رو بالفعل نکرده، شما با ازدواج میخواید این کارو بکنی؟ چون زنش میشید حالا این پسر رو به مقامات میرسونید. خب معلومه شما ویژگی بچه اول دارید، با تو 2 تا برادر 4 سال 8 سال از خودتون کوچیکتر و بنابراین عادت کردید که پسرها رو اداره کنید و به اونا رهبری داشته باشید و فکر کردید این کارو با ایشون میتونید بکنید. ایشون هم که بچه آخره تو 4 تا بچه کاملا آماده است برای اینکه این رول و نقش رو خیلی خوب بازی کنه و یا اصلا خیلی از اوقات چنین هم هست. خب پس بنابراین شما 2 تا آدمی بودید که به قول این جایی ها میگن opposite attract and then attack، یعنی تفاوت هایی است که جذب میکنه جلب میکنه ولی بعد حمله میکنه، یعنی اشکال کار در اینه. ولی بعد الان من استدلال شما رو میبینم عزیز،
استدلال شما بعدن برای اینکه این آدم متوجه شده که همچی دروغی به اون گندگی گفته سند رو جعل کرده، با وجود این ولش کردید تو ایران آمدید چون ایشون میخواست. خب ایشون میخواست، شما چرا؟ برای ایشون چطور شما جرأت میکنید اونجا تو ایران تنها بذارید؟ منظورتون نمیفهم، یعنی چی که دعاتو کنم تو ایران؟ او اگر نمیفهمید من چیکارتون کنم؟ منظورتون به خاطر مثلا خیانت و اینجور چیزا هستش؟ من نمیدونم شما چی فکر میکنید. من در مورد خیانت خیلی بهش شک نکردم، ولی هیچ وقت اصلا نتونستم این آدم رو به عنوان یک مرد اصلا بهش تکیه بکنم. همیشه همه چیز رو دوست همیشه من حرف همیشه عزیزم حرف من اینه قربونه. بسیاری از خانم ها هستن که فکر میکنن برای که نمیخوان درگیر بشن، میخوان در کنترل باشن، میخوان مالکیت رو داشته باشن، میخوان نقش برتر رو داشته باشن، که اون روانشناس هم به شما گفته به دنبال شوهر و مرد مساوی با خودشون، نمیگم قوی تر و برتر، مساوی با خودشون نیستن، دنبال یک کسی میگردن که به عنوان نوکر ازش استفاده کن. حالا نوکر نه به مفهوم بدش، معنی فالوور، یعنی دنبال شما بری. روانشناس بودم که اینقدر این رو به خوبی دیده و گفته به شما و بهتون گفته اگه میخوای این ازدواجه، تو باید دنبال این زن را بیفتی. بعدم شما یادتون باشه، بله شما 5 سال 4 سال 5 سال بزرگتر بودی، اما در چارچوب جامعه ایران ازدواج قبلیتون داشتن یه بچه امتیاز شما نیست. بنابراین شما هم دنبال یک کسی بودید که به این موضوع اهمیت نده یا متوجه نباشه چی کار میکنه. شما چطور فکر میکنید که پسر 15 ساله شما به همچین مردی کنار میاد؟ اگر بیاد کانادا و اون رو پدر خودش بدونه؟ نه واقعا خیلی مشکل. بعد الان همسرتون چقدر احتمال داره بیاد یا بخواد بیاد؟ دوست داره که بیاد، ولی ما مشکلمون بیشتر این هستش که ایشون در زمینه کل این پروسه مهاجرت، کل هزینه هایی که به این مدت داشته و همه چی، هیچ گونه تلاشی نکرده. یعنی بعد از 3 سال خورده‌ای که من اینجا هستم، ایشون هیچ زبانی نخونده، هیچ کاری نکرده، تو هزینه ها هیچ کمکی به من نکرده. تمام این مدت تو این 3 سال من همش مدام فول تایم کار میکردم و هزینه خودم و بچه رو و حالا هر چیزی که وکیل و هر چیزی که بوده داشتم میدادم. و الان خب ایشون مثل یه شکلات براش مونده، خب معلومه که دوست داره بیاد کانادا، ولی نه. این برای اشکال آخه اشکال اون نیست کرده. نه اشکال برای اینکه ایشون کاری نکرده و یا پولی نداده یا خرجی نکرده نیست. مشکلی نیست که نرفته حتی زبان بخونه. آدمی که میخواد بیاد کانادا بعدا میخواد چیکار کنه اونجا؟ دقیقا یعنی چی؟ و به من میگه شما... که در مورد دروغا و اینا ما با هم صحبت کردیم، من بهش در مورد دزدی گفتم که تو این مورد کارت من و کارت پدرم رو برداشتی رفتی دزدی کردی. در تمام این موردا به من گفته که من میخواستم زندگی رو حفظ بکنم و هیچ وقت نگفت که من اشتباه کردم چون کارا رو کردم. زندگی رو حفظ بکنم یعنی چی؟ زندگی رو حفظ کنم یعنی چی؟ یعنی من نمیتونستم اجاره خونه رو بدم و من مجبور بودم برابری میرم دزدی از... و بعد این میشه دلیل. بعدم چون تو رو دوست داشتم میخواستم با تو ازده بمونم. آخه شما اینقدر حالتون بده؟ نه یعنی من اصلا تعجب میکنم عزیزم، تو چرا خودتو زدی به این ور اون ور؟ تو فقط میخواستی ثابت کنی، تو میخواستی فقط شما میخواستی فقط ثابت کنی که من با وجود که ازدواج کردم و بچه دارم و اشتباه بوده و چنین و چنان، ولی ببینید باز یه شوهر خوب جوونه بسیار عالی پیدا کرد. یعنی فقط این دهنکجی بوده به کسانی که میگفتن تو مسئول و مقصری و یا عیب و ایرادی داری. درست فرمایید. الان که حتی دوروبر خودم، حتی خودم به این نتیجه رسیدم که چون خودش میگه من میام اونجا، من هیچی الان ندارم، همه هزینه هارم تو بده، من میام اونجا، بعد من دوباره سعی میکنم کار بکنم و مثلا حالا من اون موقع که بیام اونجا کمکت میکنم.
ولی من واقعا اصلا یه همچین چیزی هیچ وقت پیشون ندیدم که بتونه یه همچین کاری انجام بده. هیچ وقت نتونسته. چطوری الان میخواد یه توی کشور دیگه که اصلا زبونش رو بلد نیستش، فرهنگ اینجا رو نمیدونه، تنها چجوری میخواد بیاد اینجا دوباره اینجا خودش رو حالا ثابت بکنه؟ واقعا کار سختیه. خب من خودم تو همه این پروسه بودم و میدونم چقدر سخت هستش. و الان با تمام اینکه اینا رو میدونم، ولی بازم یه ترسی دارم از اینکه بخوام بگم من میخوام جدا بشم، چون احساس میکنم که نمیدونم تو این شرایط اگه قرار باشه که ایشونم نباشه من تا آخر عمرم تنها میمونم و از این تنهایی خیلی میترسم. شما واقعا حالتون خوبه؟ شما پدر و مادرتون دو تا بچه اونجا هستن، خودتون بچه دارید. شما اگر با یک کسی هم ازدواج کنید تو این سن و سال قرار نیست بچه دیگه بیارید، بچه تون هم که دارید. شما چطور نمیتونید با کسی باشید یا ازدواج کنید وقتی عجله ای هم در کار نیست؟ ببینید شما اصلا یه چیزی، ترس از تنهایی یعنی چی عزیزم؟ تنهایی یعنی بی کسی، تنهایی یعنی من بدم تو بدی، نتیجه رابطه و ارتباط ما هم بده. شما برای چی تنهایی؟ پس چه ارتباطی شما با پدر و مادر و دو تا برادرها و خانواده های اونا دارید؟ هیچی. بعدم شما نه شبکه دوست دارید، نه فامیل دارید، نه آشنا دارید، نه همکار دارید، تنها میمونید. اگه قصد شما این است که یه مردی تو زندگیتون باشه، آیا شما فکر میکنید هیچ مردی نیست که در ایران یا کانادا شما رو نخواد؟ اگه شما میخواید فقط یه عنوان شوهر داشته باشید که جلوه مردم بیاد و دهن مردم رو ببندید، بلکه چون معلومه کوششتون چی عزیز؟ کوششتون یه دختر لجباز کل شقی هستی که با دو تا پسر کوچکتر کلنجار رفتی و تنها چیزی که بلدید مالکیت و کنترل. پس من باید یه بچه پیدا کنم که بکنم شوهر خودم. ولی من همیشه عرض کردم اشکال کار این ازدواج ها که کلاسیک ترین نوع ازدواج اینه که بعد از یه مدتی زن میبینه من شوهر میخوام، مرد میخوام، این پسر بچه است. پسرم میبینه من مامانم رو میخوام، من زن میخوام، همسر میخوام، نه مامانم یا مامان بزرگم. و شما معلومه براش مامان و مامان بزرگید. شما 10 تا جمله بهش میگید، 9 تاش دارید بهش اعتراض میکنید، انتقاد میکنید، نصیحتش میکنید، راهی باش میکنید. بیاد هم کانادا همین وضعیت. این شما میشید مادرشون، میشه بچه به سنش کاری نداشته باشید. از پسر شما بیشتر نمیدونه چی کار باید بکنید و نمیخواد کاری بکنی. نه واقعا نمیخواد انجام بده. یعنی همیشه دروغ میگه برای زبان خوندن. سالها به من میگه من میرم کلاس زبان. من یه بار رفتم اونجا، من تو اون زمان خیلی هم مریض بودم و یه آیتس هم گرفتم، خواستم کمکش کنم. رفتم پرسیدم، گفتن اصلا همچین آدمی تا حالا اینجا ثبت نام نکرده. در صورتی که یک سال به من مثل دقیقا مثل بچه ها کتاب برمیداشت دروغکی میگه من دارم میرم کلاس زبان. شما انتظار داشتید بچه هایی که با مادرشون بازی ها و سیاه بازی ها دارن، غیر از قاعده مادر و بچه ایست که بچه به قول معروف ناخلف در اومده و پدر و مادرش رو گول میزنه، فریب میده و درس نمیخونه، مدرسه نمیره، کار نمیکنه، پول بر میداره، همیشه معلوم آدم دلیل موجهی داره به حساب خودش، ولی نه در واقعیت ها. بنابراین ببینید عزیز، اگه قرار باشه مواردی از این نوع اصلا روشن نباشه، من نمیدونم چه موردی آدم متوجه میشه که ازدواجش درسته یا غلطه. انتخاب با شماست، هر جور که دوست دارید، ولی دلم میخواد بدونید که شما مشکلتون متاسفانه فقط قضاوت و نظر 5 تا آدمه، نه 50 تا آدم. مخصوصا حالا که میگم بفرم ازدواج دومیش هم که نتونست، اصلا پسر ولش کرد و شما نگرانیتون اونه، زندگی نیست که شما برای از دست دادنش ناراحت باشید. درست مثل استدلال اولی که کردید، پدر مادرم رفتم من اینجا فکرم تنها میمونم. نگاه و نظر تو عوض کن ازدم، این کار از پا درت میاره. بنابراین صمیمانه صادقانه با همسرت صحبت کن، ببین چه کار میخواید بکنی. او اینگونه که تو میگی به احتمال بسیار زیاد اگر بیاد نه اهل کار، نه اهل درس و فقط انتظار و توقعش از توه که ازش مواظبت و مراقبت کنی. مسئله تنها تو هم نیستی، تو یه پسر 15 ساله داری از یه ازدواج دیگه، اینا اصلا با هم نمیسازن.
آره خودش میگه که من عوض شدم تو این 3 سالی که تو نبودی، من خیلی تغییر کردم، من دیگه نمیدونم یه سری نمیدونم خود شناسی کردم، یه سری کارا اینجوری فهمیدم دروغایی که گفتم اشتباه بوده، دوزی ها اشتباه بوده، ولی من فکر نمی کنم که آدم با یه سری نمیدونم کتاب خوندن به این راحتی بدون اینکه پیش مشاوره ای بره بتونه اینقدر راحت خوش عوض بکنه، چون ایشون هنوز از مادرش عمیقا متنفره و من بهش گفتم لاقل پیش مشاوره برو مشکلت با مادرت حل کن، گفت نه من خودم این چیزا رو حل میکنم. کتاب بنابراین خوندم حرف آخر رو به شما میزنم، ایشون تنفرش رو روی شما میریزه. دقیقا خیلی از مادرش متنفره. حالا خیلی حتی آقای دوستو خیلی تایمایی که با هم بودیم یکی از فانتزی های تو ذهنش این بودش که بره مثلا طلای مادرش رو بدوزه. هر حال من نمیخوام حرف بد بهت بزنم، ولی تو جایزه میخوای برای خودت تو به در و دیوار زدن، برای که بگی من شوهر خوب جوان دارم. به درد میخوره؟ نه نه مواظب مخصوصا خودت. الان که رابطه هم با پسرم اینجا خیلی خوب هستش، داریم با هم زندگی میکنیم و همه چی خوبه، من واقعا آوردن اونو اینجا تنها کاری که میکنم میتونم بکنم آقای دوستان، میتونم کمکش کنم چون الان همه کارو من کردم، ایشون یه پیار خیلی راحت میتونه بگیره، میتونم فقط کمکش کنم بیاد اینجا، ولی دیگه نمیخوام واقعا باش زندگی کنم، ولی میتونم این لطف رو حرفش بکنم که بیارمش اینجا. من مخالفتی با اینکه لطفی بکنی نداری، ولی معلوم نیست لطفی باشه، برای که اون میاد هم برای تو پسرت مسئله میشه هم برای خودش احتمالا. اونا رو هم نگاه کن، برای تو کسی نیستی که باز درگیر بازی نشی، و اونم بلده چگونه حرفی بزنی که مادرش ببخشتش. یعنی شما میگه حتی فکرم نکنم که من مثلا همچی حرفی من راحت نمیزنم میتونم بیام. عزیز من، این تویی که باید تصمیم بگیری، انتخاب کنی. من فقط میتونم با طرح یه سوالی یا یه توضیحی به حساب خودم چراغا رو روشن کنم تا دلت میخواد واقعیت رو ببینی. اگر واقعیت رو نمیخوای ببینی یا واقعیت یه چیز دیگه است غیر از آنچه که من فکر میکنم، اون تویی عزیز، زندگی تو، انتخاب توه. علاوه نخواستم بپرسم، تو اگر همه واقعیت و حقیقت رو با پدر و مادر و دو تا برادرات و دو تا آدم عاقل بنشونی، شیشتاشون رو، یا اگر همسری اونا دارن با اونا حرف بزنی، من مطمئنم نظر اونا چه خواهد بود. نظر اونا 100% الان پدر مادرم و برادرم همشون فکر میکنن که اشتباه آوردن این آدم اینجا، یعنی اونا میدونن این تو این مدت لاقل فهمیدن که اصلا خب. این ازدواج من اصلا نمیدونم عزیزم، اذیت نشو. این هم تو خیلی کل شق و لجباز و یه دنده ای و بدجوری نادانی و خودخواهی رو با هم مخلوط کردی و فقط میخوای ثابت کنی که من اشتباه نکردم و نمی. من مطمئنم ازدواج اولت هم مسئله بود. نکن عزیز، نکن. وقتی که آدم آماده نیست تصمیم های بزرگ و مهم نمیگیره. من اونقدر که نگران پسرت هستم که تو این ماجرا او رو از دست بدی، نگران ازدواج تو و خودت نیستم. بنابراین خانوادت هم دارن میگن، بگذار اگر اونا حرفهای من رو نشنیدن بذار بشنون، بعد مشورت کنید ببینید چه میکنید با نظر اونها، با امیدوارم انتخاب کنی و یا تصمیم بگیری که خیر صلاح هر سه شما، خودت و پسرت و همسرت باشه. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون آقای دکتر.